پیامبر بلای ما تحمیلی بود. از همان نام تحمیلی تا این زمان این خطه تا هنوز استقلال را ندیده است. اگر به ظاهر امروز استقلال دیده می شود، این استقلال نیست، خود نام تحمیلی است و جغرافی ها منحصر است و محدود و بند است. ایره هیچ وقت استقلال گفته نمی شود در یک جغرافی منحصر باشی، اما دار و ندارت در دست یا عیسای پاکستان باشد، چی طور خود را گفته می توانی که آزاد هستم؟ آزادی به این معنا نیست که در داخل جغرافی خرد و کوچکی استعماری بند باشی، در قالب دموکراسی اسلام را پیش بکنی، ای را آزادی گفته نمی شود. در یک بیلچه پاروی حیوانات را پاک کرده شود یا نجاست طفلها را پاک کرده شود، بس در همان بیلچه با اندک پاک کردن حلوا را به یک شخص تقدیم کرده شود، شیرینی را به یک شخص تقدیم کرده شود، آیا دل انسان میکشد که آن را بخورد؟ چطور میتوانیم در قالب دموکراسی اسلام را حاکم بگردانیم؟ از این جهت گفتم که نظام خدا با نظام اسلامی تفاوت می داشته باشد. نظام خدا چیزی دیگری هست، نظام اسلامی چیزی دیگری هست. نظام اسلامی اکثر برداشت های ظالمانه کسایی می باشد که از دل خود آن برداشت ها را نظام گفتن، اما نظام خدا چیزی دیگری است. با نظام اسلامی نظام خدا بسیار تفاوت دارد. اگر زنده بودیم نظام خدا را در زمان ظهور حضرت امام مهدی خواهیم دید. او زمان می دانیم که نظام خدا چی است. نظام تحمیلی استعماری همیشه از دهان مردم کش می کند. بینگرید که ظلم های علنی و ظلم های تاریخی که از زمان استبداد و از زمان استعمارهای سابقه مانده بود، امروز ثمره آن را بیشتر می بینیم، اما ثمره خبیثه آن را بیشتر می بینیم. چرا گفتم که یکی از فتنه های بزرگی تاریخی تبدیل نام خراسان به افغانستان بود. شما در مورد دجال خوانده اید که فتنه مسیح دجال چنان بزرگ است که از اول دنیا تا آخر دنیا چنین فتنه بزرگی نیامده است و نمی آید. این فتنه به اشکال مختلف تبارز می کند. فکر مسیح دجال به جایی می رسد که فکر علمای من و شما به حساب که فکر متخصصین من و شما هم به نیم آن نمی رسد. مسیح دجال صدها سال پیش را می نگرد، هزاران سال عمر دارد. او پیش از پیش توسط لشکر خود نام این خطه را تغییر داد. به خاطر چی تغییر داد؟ به خاطر آن که از اینجا دشمن من ظهور میکند که حضرت امام مهدی است. باید پیش از پیش نام را تغییر بدهم، در نام دجل بکنم تا آنکه مردم دنیا نشناسند که به نام خراسان خطه ای در دنیا وجود دارد. اما دجال چون که یک شعبده باز است و ساز ساحران است، قرآن کریم گفته است ولا یفلح الساحر حیث اتی، ساحر از هر طرفی که بیاید ناکام است. ساحر و جادوگر با وجود همه داشته هایش ناکام است. سحر سحره فرعون که هزاران ساحر یک جای جمع شده بودند را، معجزه حضرت موسی علیه السلام یک جای به گلوی خود فرو می برد و در یک لحظه همه را نابود می گرداند. داستانهای قرآنی به طور همیش برای ما درس می دهد. شما بینگرید این یک ظلم تاریخی بود. ظلم تاریخی از این نگاه بود که یک مردمی در کوههای سلیمان که در مرزی هند آن زمان قرار داشت، که این زمان از مناطق پاکستان به شمار می رود، به نام اوغان یا به نام پشتون یا به نام پتان زندگی میکردن.
اگرچه مردمی کمی بودن و کوچکی بودن. نامی همان مردم را بر بالای یک خطه بزرگ تحمیل کرده شد و نقشه های پلید استعمار چون که او مردم را دید که این مردم بی‌رحم‌ترند، او مردم بر همین خطه حاکم گردان. از همان زمان تا این زمان همان مردم حاکمیت دارند. اینجا غرض تعصب نیست. شما یک بار تاریخ را مطالعه بکنید و تعصب را از دیدگاه اسلام مطالعه بکنید که در حدیث سنن ابی داوود تعصب چنین تعریف شده است که انتو عین قومک علی الظلم، قوم خود را بر ظلم اعانت بکنی، این را تعصب گفته می شود. اگر زمانی که ظالم را محکوم بکنی این را تعصب گفته نمی شود. ظالم به هر لباسی که باشد، از هر قومی که باشد، از هر جغرافیایی که باشد، نام ملا داشته باشد، نام عالم بر سر داشته باشد، لنگی عالم بر سر داشته باشد، ریش بزرگی داشته باشد، ظالم ظالم است. اگر کسی که ظالم را اعانه می کند و در مقابل ظلم استادگی می کند به اندازه که توان دارد، الله عز و جل و پیامبرش از او بیزار می شوند، همان طوری که در حدیث شریف آمده است. ظلم های علنی که در بازارهای من و شما دیده می شود، ای هم ریشه استعماری دارد. در اسلام عزیز هیچ جایگاهی ندارد. به نام مالیات در اسلام و در فقه حنفی من و شما خصوصا چیزی نیست. ای هم از حلقوم فقیر کش کرده شود، بزور کش کرده شود. دوزی که یک چبلق را از دروازه مسجد دوزی میکنم، ما او را دوز میگویم. دوزی که بر خانه مردم از طرف شب میداره، ما او را دوز میگویم. به افتخار گاه گاه مجرمان را دستگیر میکنیم که موبایل را زده بود، این مجرم باید به جزای جرمش میرسد. اما با لباس دولت، با سلاح دولت در انظار عمومی از نزد یک مسلمانی پولش را به اکراه و به جبر گرفته می شود، یکی بر چند از نظام سابق گرفته می شود، این را ظلم گفته نمی شود؟ ای خودش ظلم علنی است، ظلم تاریخی است. اما آغاز این ظلم از همان استعمارهای سابق شروع شده است که تا امروز هم نمی توانند که خود را از این ظلم خلاص بکنند. انسان آزاد آزادانه زندگی می کند. رفاه و امنیت به این معنا نیست که ما تقوتق را از افغانستان گم کردیم. عامل تقوتق خودمان بودیم، خودمان بس کردیم. لکن مردم آرامش فکری ندارند. یک نفر بیچاره اندک صدای خود را بلند بکند که این ظلم است. تاپه های تیار است، تاپه مقاومت، تاپه داعش، ترق بر بالایش زده میشه، ایره میگوین تاپه، بعد از تاپه چاپ است. ببر، بزن، بزن، بزن که تا حتی خصیته اینش را آباد نمان. اگر یک جرمی کرده است، چند جرمی دیگر را بر بالایش تحمیل بکن. به زوری زدن تحمیل بکن. بزن و بزن و بزن تحمیل بکن. کامره را در دم رویش بگذار. بو که همین چیز را میگویی، خوب اگر نمیگویی میکشمت. او بیچاره به خاطر آنکه جان خود را نجات بدهد، جرم بزرگی را به زبان خودش اقرار میکند. این صحنه های نه تنها آنکه ششم دید، بلکه به طور تواتر به من فقیر رسیده است. اگر به الله قسم بخورم، حانیس نمیشوم که من از مرگ و از هیچ قدرتی در دنیا حراس نمیداشته باشم. علنی گب میزنم و پوسکنده گب میزنم در مقابل ظالم، هر کسی که باشد استادگی میکنم. من نمیتوانم در فردای قیامت در محضر رب العالمین استاد شوم و ظالم هم آنجا استاد باشد و الله عز و جل من را به همراه ظالم استاد بکند و بگوید که ای عبدالشکوری بدبخت، تو چرا صدای خود را بلند نکردی، امروز به همراه ظالم استاد شو. زمانی که ظالم به سوی جهنم کشانده شد، من را هم به سوی جهنم کشانده شود. عذاب دنیاوی چیزی نیست، بندی شدن دنیاوی چیزی نیست. آخرین جزای دنیا قتل است و کشته شدن است، اما مرگ در وقت خودش می آید.
امروز صدایت را بلند نکو که بندی میشی. فرق این نظام با نظام سابق چی است؟ مردم من و شما نمیگویند خدا بیامرزه همان کفنکش سابقه را. کفنکش سابقه یک داستان بسیار جالبی دارد. در زمانهای سابق یک کفندوزی بوده و کفنها را از داخل قبرها دوزی میکرده، مرده ها را از قبرشان میکشیده و کفنهایشان را دوزی میکرده. مردم بسیار داد و فغان کردند که هی چقدر ظالمی بدبخت است و چقدر دوزی بدبخت که به مرده هم رحم نمیکنه. تو اگر دوزی میکنی از انسانهای زنده دوزی بکن، تو قبر مرده ها را میشکافی و کفن مرده ها را دوزی میکنی. مردم بسیار داد و فغان کردن هی دوز یک بار گیر کنیم گیره به جزایش برسانیم. چند روز بعد یک کفندوز دیگری پیدا شد. او کفندوز دیگری کفنها را نه تنها که دوزی میکرد، قبل مرده ها را میشگاف، کفن را دوزی میکرد. بعد از دوزی کردن کفن چوب در عقب مرده غرس میکرد، به تعبیر رساترش چوب در کون مرده میزد. مردم می آمدن کفن هم دوزی شده و چوب در کون مرده زده شده. بعد از او گفتن خدا بیامرزه همان کفن کش سابقه را. مالیات خود در زمان نظام سابق هم گرفته می شد، اما به این رقمش نه. فقیری بیچاره می گوید که من از گرسنگی می مرم. گفته می شود بمر اما بته. ای کسی که سلاح بر شانه داری، به نام مجاهد هستی، 20 سال با افتخار میگویی که من در مقابل آمریکا و بزرگترین قدرت‌های دنیا زدم. 20 سال به خاطر آن زدی که بر بالای ملت خود ظلم بکنی. 20 سال به خاطر آن زدی که بر بالای ملت فقیر و بیچاره و در بدر و خاک بسر ظلم بکنی. 20 سال به خاطر آن جنگیدی که نان را امروز از دهان فقیر بکشی. تو نمیدانی که نبی من و پیامبر من صلی الله علیه و سلم فرموده است که لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. اطاعت امر امیر واجب است، اما نه در معصیت، نه در ظلم. اگر تو را امیرت امر میکند که برو ظلم بکن، سلاحت را به زمین بگذار، ظلم نکن. اگر امروز من ملا را فریب بدی، دیگر را فریب بدی، در فردای قیامت الله عز و جل را فریب داده نمیتوانی. اگر امیرت امر کرد که برو مسلمان را بکش، تو مسلمان میکشی. مقدر علم نداری، مقدر عقل نداری که این معصیت است، نباید که در معصیت فرمان برداری امیرت را بکنی. امیرت چی است که تو فرمان برداری او را میکنی؟ خدا میدان امیر خود را میشناسی یا نمیشناسی؟ مبادا آن که امیرت آیسای پاکستان باشد و آیسای پاکستان بر گرده هایت تحمیل کرده باشد که این کار را بکن و آن کار را بکن، تو مانند یک غلام حلقه به گوش آیسای پاکستان کاری آیسای پاکستان را پیش ببری، اما نفهمی که من چی کار میکنم. خوش هستی که من امیر دارم و اطاعت امر امیر میکنم. عقل خودت را در کار بیانداز، از منطق انسانی خودت کار بگیر، از علمی که الله عز و جل برایت داده از کار بگیر. ظلم تاریخی را باید از افغانستان برداشته شود. ما مسئولیت خود را به هر قیمتی که شود ایفا میکنیم، به اندازی که دهی حنجره قوت است و به اندازی که از این حلقوم صدا میبراید، ولو که با دادن جانم هم تمام شود. تا رمقی خون در تن دارم و تا رمقی جان در تن دارم، صدای حق را بلند میکنم. از بلند کردن صدای حق حراس نمیداشته باشم. بار از اختاریه های ترور و از دیگرها گذشتم. قسم به ذات اقدس الهی است که 30 روز در خانه خانه نشین شدم، 7 روز در خانه خانه نشین شدم. هیچ هفته ای نیست که در پشتم نفر نگردد به خاطر کشتن عبدی فقیر. خو مردن یک مردن است. باید صدای خود را بلند بکنم و بعد از آن ببینم که کی من را کشته میتواند. ما بنده الله هستم، بنده هیچ کسی نیستم. در سرزمین خدا نه اقتدار میخواهم، نه پست و مقام میخواهم، نه نام و نشان میخواهم. یک دعوتگری به سوی نظام خدا هستم و به سوی ظهور حضرت امام مهدی دیگران را دعوت میدهم و به انداز